با توجه به اینکه معاون اول رئیس جمهور تاکید خیلی زیادی کردن که اجاره بها و رهن نسبت به سال گذشته 25 20 یا 15 درصد بیشتر نباید بشه، اومدیم بازار املاک ببینیم وضعیت چطوره. سلام قربان، خوب هستین؟ شما مستاجر هستید یا صاحبخونه؟ بله مستاجر هستم. آخرین باری که قراردادتون تنظیم کردید کی بود؟ تازه تمدید کردم. بله. بعد نسبت به قرارداد قبلیش چقدر افزایش قیمت داشت؟ حدوداً چقدر 500 تومان، یعنی دو برابر. دقیقاً دو برابر، یعنی 100 درصد افزایش. بله. بعد شنیده بودین که دولت گفته که اگر قرار افزایش قیمت بدن نهایتاً توی شهر کلانشهر 20 درصد میتونن افزایش قیمت بدن. خب متاسفانه اون کسایی که مالکن اصلا قبول نمیکنن این موضوع رو. دلیلش همینه، بالاخره وقتی که قیمت ملکشون افزایش پیدا کرده مصرن که اجاره بها رو بیشتر بگیرن. این کسی که الان اینجا وسط ضرر میکنه کی هستش؟ 100% مستاجر، چون الان قیمت هم خیلی بالا رفته، تقریبا خونه دار شدن امکانش صفره. آقا سلام، خوب هستین؟ وقتتون بخیر. آقا رهن اجاره همین اطراف کوچیک چیزی هست؟ اصلا نرمش چقدر؟ من همین حالش نرم که اصلا کسی رو نرم نمیم، 20% میگن باید اضافه. همون دیگه، دولت مایی نگفته 20 درصد. ولی کی اول؟ باید دعایی از اینکه به اون ندادن، گفتن 20% باید اضافه شد. مردم میگن دولت تعیین کرده. مقام رسمی به شما نگفته؟ ولی مقام رسمی که ما ابلاغ کنن چیزی رو ابلاغ نکرد. این املاکی ها نیمدیم اون فکر کنم 650 رن 10 برابر شده همه چیز. خب دولت من نگفته 20% بیشتر نمیشه بذاره روش. نه تو تلویزیونه شما، تو چیزم تو برشکایت کنی تو شما تو تلویزیونه. سلام، خوب هستین؟ آقا توی همین محدوده رهن و اجاره چیزی هست؟ قیمت ها خیلی رفته بالا. الان میگم که هرکی مثلا چیزه دو برابر حد اقل دست ما نیست. آخه وقتی شما میگم آقا مثلا این قیمت ما بدون گیر زیاده، وقتی میگی نه مگه این قیمت کنی بکن نمیکن نکن چی بهش بگی؟ میره بشه یکی دیگه یا خودش میذاره تو دیوار دیگه. مثلا قانونه 25 درصد کسی چی گذاشتن ولی صاحب کنم که بشتن. خب حالا میخواییم زنگ بزنیم تعذیرات ببینیم تعذیرات چی میگه. 122 شد. به سامانه یک پارچه پاسخگویی وزارت صنعت معدن و تجارت خوش آمدید. جهت اعلام هر گونه تخلف در قیمت سلام، وقتتون بخیر، خوب هستید؟ سلام. خانم برای افزایش اجاره بها تماس گرفتم خدمتتون. ما صابخونمون باید دست داف زنگ بزنه اجاره بها اینو بمونی. آخه توی خبرگزاری نوشته که با تعذیرات باید تماس بگیریم. اجاره بها بمونی شجو فقط با اصناف بفرمایید. بفرمایید. 32 تماس میگیریم با اداره اصناف. مشکلی که مورد نظر اشکال میباشد. اشکال مشترک مورد نظر اشغال می باشد. همچنان اشغاله باشد. برای بار چهارم زنگ می زنیم اصناف ببینیم چی میشه. مشترک مورد نظر. خب بار ششم اصناف گرفت. الو شما با مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان. سلام قربان، وقتتون بخیر. خوبه جناب، برای افزایش اجاره بها مزاحمتون میشم. من تماس گرفتم. الو سلام، وقتتون بخیر، خوب هستین؟ خانم برای افزایش اجاره بها مزاحمتون میشم. جان من تعذیرات زنگ زدم، بعد الان زنگ زدم اصناف، الان واسه کرده به شما. بله خصوصیتش خب اون که جواب نداد، شماره اتحادیه املاک رو میخوام بگیرم از 118. لطفاً یادداشت کنید. بفرمایید. اینم اتحادیه املاک. سلام، وقتتون بخیر، خوب هستین قربان؟ اتحادیه املاک هست اونجا؟ زنده باشین. جناب برای افزایش اجاره بها من باید با شما صحبت کنم. من الان چیکار باید بکنم؟ دولت گفته باید تعذیرات جواب بده. من زنگ زدم تعذیرات، اصناف شماره اصناف رو داده، اصناف شماره شما رو داده. الان یه چرخه باطل اینجا. ببینید اتحادیه املاک ما فقط با سنتر مشاورین املاک مشکلات اونا در رابطه با تخلف. این که مشاور املاک بیشتر از 20 درصد می‌نویسه این تخلف نیست؟ خب ببینید اونم باید سبب دهن مالکی باشه. یعنی من باید برم شورای حل اختلاف، چی پاسخ بو اینجا؟ نمی‌دونم،
همینه، از ببین به قول خودتو پاس میدن، الان هیچ به هیچ ابلاغی هیچ بخشنامی به هیچ دفاتر نداد، دوایر دولتی نداد. یعنی جسارتا به شما هیچ بخشنامه ای نیومده؟ که بخشنامه برای ما نیومده، هیچ بخشنامه، فقط ما سرور کردیم. بعد توی این سلسله مراتب اداری این بخشنامه از طرف کی باید بیاد سمت شما؟ اصلیت دولت. بعد بخشنامه نیومده ولی مصوبه. فقط مصوبه شده، بخشنامه نکرده. آقا ممنونم.